درود بر بینندگان برنامه زرتشت و هممیهنان و همزبانانی که این برنامه رو از کانال پارس دنبال می کنید. آرتیمی سهورا هستم و امروز می خواهیم به یکی از مباحث بسیار مهم، یک جستار خیلی خیلی با اهمیت بپردازیم و اون بنیادگرایی های مذهبی و تأثیرگذاری که مذهب میتونه روی زندگی و نحوه زندگی افراد داشته باشه و به خصوص روی سیستم اندیشه و شیوه زندگیشون داشته باشه و چگونه میتونه مذهب افراد رو شستشوی مغزی بده و به خصوص اگر این اتفاق از کودکی بیفته. پیش از این که مهمان برنامه رو معرفی بکنم، یک توضیح مختصری خواهم داد درباره این که چگونه مذهب به خصوص هنگامی که از کودکی در ذهن شما جاسازی بشه خطر آفرین برای انسان. از نظر به اصطلاح روانشناسی و فیزیولوژی و در واقع زیستشناسی بدن این موضوع رو بررسی میکنیم. از اون جایی که شما هر گونه آموزش مذهبی در ذهنتون منطق معمولا در اکثر ادیان به خاطر اینکه برای شما فرمول میچینن و برای شما باید نبایدها رو تعیین میکنن و بکن نکنها رو مشخص میکنن، منطق و اندیشه و پرسش رو در ذهن شما متوقف میکنن. برای اینکه یک سری از چیزها بد و گناه در مذاهب شناخته میشه و انسان رو از اندیشه کردن باز میداره، برای اینکه حتی اندیشیدن به اون مسئله مثلا گناه محسوب میشه یا حتی پرسش دربارش گناه محسوب میشه و در نتیجه شما آزادی بیان رو از دست میدید. این بیشتر در ادیانی روی میده که به طور مشخص خداوند در اون دین اتوریته داره و قادر مطلق یا به اصطلاح نیروی است که همه کار رو خودش شخصا و تنها انجام میده. به عبارت دیگه اون خدایی که در ادیان معمولا ابراهیمی بیشتر شما میبینید خدایی است که به تنهایی زمین رو اختراع کرده، ساخته، هستی و آفرینش رو ساخته و خودش هست که انسان رو ایجاد کرده و به انسان بکن نکن کرده و حتی اگر فرشتگان یا موجودات ماورایی دیگه هم ایجاد کرده یا آفریده، اونها هم زیر سیطره یا چتر نفوذ و قدرت این خدا قرار دارن و خودشون به تنهایی اجازه تصمیم گیری و اقدامی رو ندارن، چه برسه به انسان‌ها که موجودات خاکی محسوب میشن یا حیوانات یا موجودات دیگه که روی این کره یا در کل هستی هستن. بنابراین این خداوند دیکتاتور یا این خداوندی که موجود ترسناک و خطرناکی معمولا در اغلب این ادیان ابراهیمی توصیف شده اجازه نفس کشیدن رو به کسی نمیده. بنابراین بنیادگرایی های مذهبی روی این قسمت از ادیان ابراهیمی خیلی خوب کار میکنن، یعنی اینکه اون خداوندی که همه اتوریته دستش هست و اتوریتری یعنی هست و مطلقگرا و تنها کسی است که اجازه همه کاری داره و بقیه هم هیچ اجازه زیر قدرت اون ندارن مگر با اجازه خود اون اگه قرار بشه کاری بکنن یا نکنن، این رادیکال بسیار بنیادگراها یا افرادی که بسیار رادیکالی مذهبی هستند در این قسمت چه دکانداران دین ها و چه افرادی که شدیداً تحت سیطره این مذاهب هستند عمل می کنن و اون قسمت خطرناک موضوع هست. من پیش از اینکه بقیه این جستار رو ادامه بدم می خوام با خانم دکتر الیکا بقایی به اصطلاح دکترای زبانشناسی، زبانشناس و کسی که در حیطه فرهنگ و موضوعات مربوط به ایران فعاله و در برنامه های پیشین هم با من در این برنامه زرتشت بودن و شما با ایشون آشنایی دارید و من از ایشون میخوام که میکروفونشون رو باز کنن و به شما خوش آمدی داشته باشن تا بقیه این جستار رو با هم ادامه بدیم.
من درود میگم به شما آرتمیس عزیز و همه بینندگان برنامه خوبتون. من واقعا خوشحالم که میتونم در این برنامه در خدمت شما و دوستان باشم، برای اینکه هم موضوع برنامه و هم اون مواردی که میتونیم با توجه به اون سابقه کاری خودم کار کردم میتونم در اون اینجا صحبت و گفته بود داشته باشم با شما و امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشید. سپاسگزارم. خانم دکتر بقایی، در این جلسه ما میخوایم به این موضوع بپردازیم که یعنی اون قسمتی رو که من میخوام با شما و همیانان در میون بگذارم درباره اینه که هرچند که شما بنیادگرایی مذهبی رو یک بیماری کامل جسمی نمیدونین، یعنی هیچ کس نمیدونه، روانشناسان هم نمیدونن، در عالم روان پزشکی و حتی نورولوژی هم این دونسته نمیشه به عنوان یک بیماری کاملا فیزیکی یا جسمی، اما پارازیت یا مزاحم ذهنی، مغزی و اندیشه‌ای کاملا شناخته شده. یعنی در تمام رفرنس های روان پزشکی و روان شناسی از مذاهب بنیادگرا و از مذاهبی که خیلی خشک و سخت شما رو محدود می کنن در قالب یا فریم های ساخته شده خودشون، اینها به صورت یک مموری هایی در ذهن افراد عمل می کنن که حالت پارازیت یا مزاحم ذهنی دارن و به مرور که در ذهن شما اینها جاسازی میشن، رفتارهای شما رو میزبانی میکنن یا به اصطلاح میگیرن از شما و کنترل رفتارهای شما رو از شما میگیرن و شما رو کاملا یک فرد غیر مستقل برای بقا و زندگی میکنن. به اصطلاح اگر این اندیشه ها رو از این افرادی که به شدت مذهبی هستن و بنیادگرا هستن، در ادیان ابراهیمی ما اینو معمولا میبینیم، اینو ازش بگیریم، طرف اصلا مغزش دیگه توانایی فکر کردن نداره، انگار که هویت این فرد رو ازش گرفتیم و وسط خلا ول شده، اصلا خودشو دیگه نمیتونه بازشناسی کنه اگر اون مذهب، اون قسمت هویت مذهبیشو از ذهنش بکشیم بیرون. و این افراد در ریسرچ ها، در تحقیقات گوناگون دیده شده که مغز به شدت تک صدایی و یک سویه نگری دارن. یعنی این افراد وقتی که در یک جمعی بشینن که افراد مختلف نظرها یا ایده های مختلف را پرزنت میکنن، معرفی میکنن، نشون میدن، این افراد اصلا همگرایی گروهی با دیگران نشون نمیدن و به شدت در ذهنیت پس ذهن خودشون، در اون صدایی که همش توی مغز خودشون اکو داره و همونو فقط میشناسن و همونو میفهمن، در اون گیر هستن و گرفتار شدن و اینها در موقعیت خطرناکی در زندگی قرار دارن. افرادی که این گونه در یک سوی نگری ذهنی اسیر هستند در موقعیت خطرناکی هستند و اینها چون اندیشه آزادی ندارن و میترسن، به همین روی هم از پذیرش ایده های جدید، از مواجه شدن با شیوه اندیشه افراد دیگه در جهان هراسناکن و به همین صورت شما میبینی حالت کالت یا قبیله یا گروه های خاص محصور و ایزوله رو در جوامعی که غیر از اون آیین و دین خودشون مستولی هست رو پیدا میکنن. این حالت رو شما به شدت میبینید بین مسلمانانی که در جوامع غربی هستن، در جوامع شرقی هستن، در کشورهای غیر مسلمان شما میبینید اینا اصلا آمیزش به اصطلاح سوشال یا اجتماعی پیدا نمی کنن، معاشرت یا رفتار متعادلی ندارن با انسانهای اطرافشون، با جامعه اطرافشون، همیشه در اون قبیله به اصطلاح مسلمانان مثل خودشون در اون جامعه خودشون گیر افتادن و نمیتونن باورهای جدیدی رو ببینن، اصلا تحملش رو هم حتی ندارن. یعنی اگر کسی از یه اندیشه دیگه است ولی آدم خوبی هم هست در کنارشون زندگی میکنه، اینا فقط کاملا به صورت تا حد نیاز که یه تعامل مختصر ترین تعاملی که میتونن با اونا برقرار بکنن و برقرار میکنن و بقیه اون رو وامی نهن، از همراهی در اجتماعات وامی مانند و نمیتونن با
مردم دیگه قاطی بشن. این اتفاق برای مسیحیانی که در جامعه غیر مسیحی زندگی میکنن، مثلا مسیحیانی که در یک جامعه یهودی زندگی میکنن، یا مسیحیانی که در یک جامعه بودایی زندگی میکنن، یا مسیحیانی که در جامعه هندو زندگی میکنن، یا هرچی، دیده شده که اینها به شدت هراسناکن از اینکه با جامعه اطراف در تماس قرار بگیرن، و حتی موقعی که اینا رو خطری تهدید نمیکنه، یعنی کسی قرار نیست اینا رو بکشه، خطر جسمی ندارن، خطر جانی و مالی هم ندارن، ذهن در اون باورهای یک سویه خودش گیر افتاده و فکر میکنن که ما با اینا فهم کنیم، به همین علت هم در رو میبندن و در کلیساهای خودشون هستن. و حتی در دورانی که میدیدیم، در آغازی که باورهای مسیحی وارد اروپا شد و خب اینا رو میزدن و میکشتن، حتی هنگامی که اینها به مرور اومدن و ادیان غالب شدن، دیدید که اون کلیساها چگونه اون سیطره و چنبره خودش رو در محدوده دیوارهای خودش داشت، چگونه واتیکانی درست شد، چگونه یک عده مسیحی اونجا جمع شدن، دیوارهای بلند رو کشیدن و در یک سویه نگری خودشون موندن. و بعد دیدیم که همین یک سویه نگری در جامعه اروپایی چه کار کرد با افرادی که از غیر از اونها بودن، با اندیشمندان و دانشمندانی که غیر اونها فکر کردن، و چگونه اینها شروع کردن به حذف کردن، کشتن و سیطره یک سویه نگری خودشون. حالا من این جستار ادامه داره، ولی من برای اینکه شما ببینید که نمونه این که این کار خطرناکه و داره جلوش گرفته میشه در جهان، به خصوص در جهان اسلام که ما برامون خیلی اهمیت داره، به خاطر که دین اسلام ماهیتش با همه ادیان ابراهیمی دیگه هم فرق میکنه و خطرش بسیار بسیار بزرگتره به خاطر خشونتی که خود اون دین داره، در بطن خودش، در کتاب خودش داره، در سیستم زندگی پیامبرش داشته، در سیستم حکومت پیامبرش داشته. این مسئله خیلی در کشور اسلامی مهمتره و مهم هست که ما از کودکی جلوی این شستشوهای مغزی رو بتونیم در این جوامع اسلامی به خصوص بگیریم. و این کار مثبت رو ما در یکی از کشورهای اسلامی که در نزدیک ایران هم هست، در تاجیکستان میبینیم که ریاست جمهور این کشور امام علی رحمان مانع شده طبق قانونی که گذاشته که فرزندان به اصطلاح مسلمان زادگان اون جامعه تا 18 سالگی آموزش مذهبی ببینن و وارد شن به مساجد و به اصطلاح شستشوهای مغزی بسیار رادیکال رو از کودکی بتونن بگیرن. من اول نخست نظر شما رو در این باره میخوام و بعد وارد قسمت بعدی جستار خواهیم شد. نکته‌ای که باید در اینجا ذکر کنیم این هستش که به نظر من ادیان به هر روی با هم دیگه یه تفاوت‌هایی دارن، یعنی ما حتی وقتی نگاه برخی از حیوانات می‌کنیم می‌بینیم که یه سری اعمالی که میشه اونها رو در قالب مذهبی حتی جاداد از برخی از اونها دیده میشه، یعنی به خاطر شکل خاص مغزشون خب اونها هم اعمالی رو دارن، مثلا مثل برخی میمون‌ها یا برخی از فیل‌ها که مثلا با دیدن ماه کامل اعمالی رو انجام میدن یا در زمان مرگ یک همجنس خودشون. و این شکل مثلا ابتدایی اون دینه تا میرسیم به شکل‌های پیشرفته یک مفهومی به نام دین. در درجه اول چیزی رو که من میخوام اینجا یادآوری بکنم این هستش که ما باید بین ادیان ایرانی یا آریایی و ادیان اسلامی یه تفاوتی رو قائل بشیم. یعنی ما وقتی که مثلا نگاه میکنیم به دین اسلام باید بدونیم که مفهوم خداوند در ادیان سامی بسیار متفاوته. البته شاید تا حدودی بشه دین مسیحیت رو که خیلی از باورهای ایرانی در اون دیده میشه کمی استثناء براش قائل شد، ولی مثلا در دین یهود و در دین اسلام ما کاملا داریم میبینیم که خداوند یک خداوندی هستش که ترسناکه، خداوندی که همونطور که شما گفتیم مثل یک
شاه دیکتاتور در رأس نشسته و در تمام جزئیات زندگی شما اختیار از شما گرفته. یعنی اون خدایی هستش که میاد و به شما دیکته میکنه. در جای جای قرآن ما میتونیم آیه های رو پیدا بکنیم که داره به صراحت میگه اگر شما از اون چیزی که خداوند گفته ایمان بیاورید، از اون چیزی که فرستاده اون حرام کرده حرام ندونید، به اون چیزی که گفته شده ایمان نیاورید، به صراحت گفته شده که خب با شما باید کارزار کرد، شما باید کسانی باشین که جزیه میدی و شما باید کسانی باشین که با خاری هم جزیه میدی. خیلی جالبه و به صراحت گفته شده که اگر چنین کاری رو انجام ندید باید با شما جهاد بشه و اون کسی که جهاد بر ضد شما میکنه کسیست که در نزد این خداوند عزیزتره. یعنی اگر من ناخدا و خیلی جالبه آرتمیس جان، شما میبینید که ما یک نقطه ضعفی که در واقع مذهب‌پرستان یا پیروان دین زرتشت دارن اینه که متون دینی رو در طول روز تکرار میکنن. ما به همین که خب اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک گفته شده در دین ما بسنده میکنیم و متون رو تکرار نمیکنیم. متون به این محتوا، کتاب های دینی رو وقتی میخونیم، شما من هر بار که گاهان میخونم، هر بار متون پهلوی رو میخونم احساس میکنم یک چیز جدید میفهمم از اینها و ما به همین یک شعار اکتفا میکنیم، در حالی که در ادیان اسلام سامی مثل اسلام و یهودیت ما دائما در حال تکراریم، تکرار این شعارها. ما در کلاس‌های دینی رو تکرار می‌کنیم، در مراسم صبحگاهی رو تکرار می‌کنیم، از خانواده‌هامون که به صورت مادرزادی عادت کردن مثلا دعا بخونن، حتی در جشن‌های ایرانیشون بخشایی از این کتاب‌های دینی رو بخونن که حالا قرآن باشه، ما اینها رو می‌شنویم و ناخودآگاه به این باورمند می‌شیم که چنین چیزی وجود داره. یعنی ما میپذیریم چنین تسلیم شدنی رو. حالا در مقابل این بگذاریم باورهایی رو که در ادیان آریایی وجود داره، در دینی مثل زرتشت، ما حتی در متون پهلوی که اون رو حتی ریشه هاشو در پیش از زرتشت میدونن، ما داریم از مناظره هایی ما با اهورامزدا داریم و مناظره هایی که بین خود موبدان صورت میگیره. خیلی جالبه که ما داریم متون زیادی رو میخونیم که میبینیم در یک جامعه حتی بین موبدان که اختلاف بوده اونها به صراحت میمدن و اون رو مینوشتن، میمدن همدیگر رو به نقد میکشیدن و یکی دلیل برتری خودش رو بر دیگری میگفته و هیچ کدوم بدون سرکوب نمیشدن، هر دوی اونها میتونستن با دیده خرد نگریسته بشن و هر کدومشون که پیروز میشده خب پیروان خودش رو جذب میکرده. ما میبینیم که در کوچکترین چیزها میتونیم اونو به نقد بکشیم و حتی داریم میبینیم که خداوند خداوندی نیست که به زور در اون بالا نشسته باشه و پیامبرش حتی نمیاد خودش رو پیامبر بگه. یکی از چیزهایی که همیشه از من خیلی زیاد میپرسن اینه که زرتشت پیامبر بوده و من همیشه به اونها میگم نه، اون پیامبری که شما فکر میکنید، برای اینکه بیشتر مفهوم زرتشت، مفهوم شاید اگر به شکل مفهوم یک فیلسوف روشنگر، روشنفکر نگاه بکنیم خیلی مفهوم نزدیکتری به اون چیزی باشه که در گاهان مد نظر بوده. وقتی که میاد و میگه شما اگر میخواید جهانی رو که در اون اندیشه و گفتار کردار نیک حاکمه ببینید، باید با راستی خودتون بنگرید. وقتی میخواید انتخاب بکنید پیش از اینکه روز تصمیم فرا برسه، باید خودتون بشنوید و ببینید. و خیلی جالبه که در حادثی ما واژه نرم نرم، یعنی فرد فرد رو میبینیم که داره میگه خودت، تویی که باید انتخاب کنی، نه اون رسول بیاد چیزی رو بگه. الیکا جان، خیلی در همین قسمتی که این موضوع رو گفتی بسیار نکته با اهمیتی بود که گفتیم ما از صبح تا شب
مثلا در یک جامعه اسلامی شما از صبح تا شب یا دارین اذان میشنوین یا قرآن میشنوین یا به صورتهای مختلف دارن عربی حالا صحبت میکنن، حالا یک حدیث دارن میگن یا یک نمیدونم روایت دارن میگن، مرتب اینها رو تکرار میکنن. در تایید این سخنی که تو گفتی که این چگونه میره توی مغز ما میشینه و حک میشه، یک دانشمند زیست‌شناسی هست به نام ریچارد هاوکینز داوکینز. ریچارد داوکینز در 1976 کتاب نوشت به نام ژن خودخواه، سلفیش ژن. همین موضوع رو دقیقا بیان کرد که چگونه این اندیشه های مذهبی یک سویه نگر یا رادیکال در جامعه گسترش پیدا میکنه. میگفت از رفتار، از انجام این مراسم و تکرار این مموها، این تکرار این به اصطلاح اوراد، وردهایی که در مثلا مذاهبی مثل اسلام به قول تو گفتی از صبح تا شب آدم در قسمت‌های مختلف زندگیشو جامعه داره میشنوه، اینها در ذهن شما نهادینه میشن و یک رفتار ایجاد میکنن و این اجرای این مراسم مدام و تکرار این رفتار مدام در ذهن شما رفتار جدید میسازه و از یک نفر به نفر بعدی انتقال پیدا میکنه. یعنی یک گروهی کافیه که وارد یک مراسم مذهبی مسلمانی بشن، از صبح تا شب یک مراسمی رو تکرار کنن خودشون با هم دیگه و بعد اول یه نفر انجام ده، بعد میشن دوتا، بعد میشن سه تا، بعد این گروه کلن میان در این کاتگوری رفتاری، در این شاخه یا دستبندی رفتاری قرار میگیرن و اینها خودشون این رفتار رو تو جامعه گسترش میدن. همین اتفاقی که شما میبینید دقیقا اینه، یک چیز ویروسی که از کسی به کسی دیگه برسه و همه گیر بشه، اپیدمی بشه در یک جامعه، تکرار این اوراد طبق گفته این داوکینز همین گونه اثر میکنه و حالت یک ژنتیکی برای شما مثل یک ژن خودخواه مزاحمی میشه که بقیه ژنا رو حذف میکنه و خودش رو جا میندازه توی ذهن شما و این خیلی خیلی سخن جالبی بود که تو هم اینجا بهش اشاره کردی. می‌خواستم بگم این با پشتوانه ساینتیفیک و علمی کاملا داره. بله آرتمیس جان، این کاملا از نظر روانشناسی جور در میاد به خاطر این ما داریم آدم‌هایی رو می‌بینیم که و اصلا یکی از چیزهایی که حتما هر بیننده برنامه ما که دست کم در یک دوره زندگیش در کلاس‌های دینی نشسته این جمله رو میدونه که خداوند از رأی گردن به ما نزدیک‌تره، یعنی خداوند اسلام. یا این واقعیته و ما با اینکه همیشه به ما تبلیغ این رو کردن که این خداوند، خداوند رحمان و رحیمه، در کنار اون علت جبار و قهارش هم باید در نظر بگیریم، این نکته گوشه ذهن همه ما هست. یعنی اینکه ما در تمام لحظات زندگی ناخودآگاه به اینکه این کار من میبره به بهش و من میبره به جهنم فکر کردیم. یعنی ما هیچ وقت نیومدیم به اینکه عقل ما، خرد ما میگه این کار خوبه یا بده فکر نکردیم. ما همیشه دنبال این بودیم که اون خداوند که از رأی گردن به ما نزدیکتر بوده این کار رو درست میدونه یا این کار رو بد میدونه. یکی از نکاتیه که وقتی به این نقطه میرسیم میبینیم که خب در نهایت آیا یک بچه‌ای که تازه متولد شده باید اینها در گوشش تکرار بشه یا باید دست کم اجازه بدیم تا یک دوره سنی از اون بگذره و روش فکر کردن رو یاد بگیره و بعد به اون اجازه بدیم تا وارد این عرصه بشه و خودش انتخاب کنه آیا میخواد چنین خدایی رو انتخاب بکنه یا خداوندی رو که دستش رو دستگم بازتر گذاشته، خداوندی که میاد و از تو میپرسه آیا این رو میخوای، آیا اصلا میخوای زندگی کنی یا نه، آیا میخوای پیروز بشی، آیا میخوای من رو بپرستی یا نه. این چنین خداوندی خیلی فرق میکنه باش خداوندی که خب قراره در مورد همسر تو، در مورد رفتار تو با همسایه تو
همونطور که در دین یهودی از وجود داره، در مورد تولد تو، حتی شیوه تولد تو و خیلی جزئیات دیگه قراره تمامش رو اون به تو بگه. خب مسلماً از نظر منطقی وقتی که شما در جایگاه یک رهبر یا یک در واقع پیشوای غیر دینی قرار میگیری، دلت میخواد که جامعه تو جامعه متفکری باشه. چرا؟ چون همون داری رو ما گفتیم، میخواد بخشی از مغزمون رو اختصاص بدیم برای اینکه اندیشه های دیگه، اندیشه های پیشبرنده دیگه هم در اون جا بگیره. اگر من همه چیز رو ختم به همین بکنم، چنان میشه که ما میبینیم در کشورهای اسلامی هیچ وقت پیشرفتی وجود نداره، مگر اینکه اندیشه های غربی و اندیشه های غیر اسلامی هم وارد اون شده، مگر اینکه یک جایی ایست گذاشتن، خب نه اون اسلام کهن بوده و باید مدرنش کنیم. استثنایی هستش که ما همیشه مسلمان‌ها رو که می‌بینیم میگیم خب پس حجابتون بود، چرا نمازتون رو نمی‌خونین، چرا جهاد نمی‌کنین، چرا دارین در زمین کفار زندگی می‌کنین. همیشه ما میگن خب نه این اسلامی که ما می‌بینیم اسلام کهن بوده، نه اسلام کهنی هم وجود نداره. اگر شما اسلام رو می‌پذیرید اون اسلامه و شما دارین خط ایست برای اون این اسلام میگذارین تا بتونین پیش برین در زمینه های دیگه، یعنی در زمینه های فکری دیگه بتونین خودتون رو جلو ببرین. کاری که رئیس جمهور تاجیکستان انجام میده در واقع همینه. خب با توجه به اینکه شما اخیراً هم بازدیدی داشتین از اونجا، شاید بهتر باشه که خودتون از اون چیزهایی که دیدین بیشتر بگید و نظرتون هم در این مورد بگید دوستان بشنوه. سپاس گزارم الیکا جون. دقیقا این چیزی که گفتی خیلی خیلی درسته. ببینین ادیانی که ما بهشون میگیم ادیان ابراهیمی، حالا منطقه با تفاوت بسیار بزرگ اسلام شاید با بقیه این ادیان با یه فاصله خیلی خیلی زیادی وایساده از نظر این شستشوی مغزی و این نفوذ وحشتناک یک سویه در مغز افراد، باید بدونیم که ادیان این چنینی بسیار بسیار پیچیده عمل میکنن. یعنی این گونه ادیان فقط ارتباط شما با خداوند و حالا مثلا یه حالت روحی روانی مثل اسپریچوال یا حالت به اصطلاح مدیتیشن یا به اصطلاح حالتی که شما اسمشو میذارید کاهش استراب یا آرام بخشی و اینها، از این حرفها خیلی فراتر عمل میکنن. دانشمندی ما داریم به نام دنت. این دانشمند در واقع چیزی که دانیل دنت میگه که مغز یک موجود زنده است که برای شما کدسازی میکنه همه چی رو در درون خودش. یعنی چون مغز شما یک موجود زنده است، هر ایدئولوژی که وارد مغز شما میشه در مغز شما به یک سری کد تبدیل میشه و اون کدها کدهای باوریه و کدهای فرهنگیه که نرم افزار اندیشه شما رو تشکیل میدن و به مرور این کدهای باوری و فرهنگی وارد در واقع سلول‌های مغز شما میشه و هاردویر مغزتون یا سخت افزار مغزتون رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین کسانی که فکر میکنن مثلا اسلام یک دین نیست که من بین من و خدای خودم و یا همچیزه، نه، افکار رادیکالی که این دین‌ها به شما وارد میکنن پس از مدتی جزء سخت افزار سلول‌های مغزی شما میشه و این موجب میشه که در واقع ذهن انسان‌ها که یک چیز دستسازه و این ثابت شده، ذهن انسان‌ها دستسازه، یعنی بچه‌ها با یک ذهن کاملا خالی از همه چیز به دنیا میان، شما اینو میسازید و از یک فرد یک انسان خاص رو پرورش میدید. این ساختن این ذهن از باورها میاد، از فرهنگ میاد، از مسائل روحی و روانی افراد دور اون فرد میاد، جامعهش در اشل بزرگتر، کشورش در اشل بزرگتر و همه جهان در اشل بزرگتر. این اون قسمت باورهاییست که وارد میشه به مغز یک نفر. ولی
در افکاری که به صورت رادیکال مذهبی بار میان، شما رو ایزوله میکنن از اندیشه های غیر اون محیطی که خودشون میخوان، و اون اندیشه ها اندیشه های رادیکال خطرناکیست، باورهای بسیار بسیار خشک و سفتیست، انعطاف ناپذیرم نیست، و پس از یک مدتی مغز اینها حالت جامد به خودش میگیره، یعنی از اون حالت سیال اندیشه اینها در میاد ذهنشون و فقط به جایی که با مغز خودشون فکر کنن، از این کدهایی که در ذهنشون دیگه نهادینه شده و وارد سخت افزار شده استفاده میکنن. یعنی شما دارین از حافظه‌ای که اون تو ساخته شده براتون با این اندیشه ها فکر میکنید، نه از مغز خودتون، و این خیلی تفاوت داره با یک باوری مثل باور ایرانی یا زرتشتی که برای شما یک چارچوب یا یک فریم یا یک نقشه خاص زندگی نکشیده، از این راه میری چپ میری، حالا راست میری، حالا کج میشه، حالا اینجا این دره رو باز حق داری بکنی، حالا اون یکی دره رو حق نداری باز بکنی. یعنی به جای اینکه برای شما فرمول بسازه در باور ایرانی یا زرتشتی، به شما میگه که خردی هست در ذهنت، این خرد باید باز باشه تا همه چیزهای مختلف بیاد توش و سنجش بشه، به شما آزادی گزینش میده، میگه بذار تو کفه های مختلف ترازو اندازه بگیر، با هم سنجش کن، مقایسه کن و ببین چی درسته چی نادرسته از نظر خوده. نمیگه اون چیزی که من میگم فقط درسته و تو باید اینجوری زندگی کنی وگرنه هرچی تو فکر میکنی نادرسته، میگه نه، تو میتونی، یک مغزی داری، مغز سیالی داری، مغز در حرکتی داری زنده که میتونه خودش بیاندیشه، خودش فکر کنه، تصمیم بگیره، گزینش کنه، و در این حال این اندیشه ایرانی خیلی باز هست و برای همین بوده که شما چون اندیشتون باز بوده میتونستید مداراگر و روادار باشید به اندیشه های دیگه، با کشورهای دیگه، با این همه ساتراپی هایی که زیر یک حکومت بزرگ امپراتوری ایران بوده، ساتراپی های مختلف، کشورهای مختلف، فرهنگ های مختلف، مردم گوناگون چگونه میتونستن زیر امپراتوری ایران در صلح و صفا، بدون جنگ و خونریزی، بدون من و تویی کردن، بدون من درستم تو غلطی زندگی کنن و در کنار هم سازنده باشن و همه از همه چیز این هستی شروع کنن به نگهداری کردن. درسته که باور ما این بوده که راه درست در راه در زندگی یکیست و آن هم راستیست، یعنی شما باید درست زندگی کنید. حالا این درست رو شما باید بسنجید در هر مقطع زمانی چیست. برای شما یک درست خاص اونجا نذاشتن تو گنجه که فقط اون درسته هست و بلاغه و در هزاران سالم بعد از این هیچ درست دیگه ای هم نمیاد، همون فقط همون یه دونه درست است. نه، برای شما هم چیز نگفتن، گفتن راهی که شما رو به سرمنزل مقصود و زندگی و خوشبختی جامعه میرسونه، همه تونو به خوشبختی میرسونه، راه راست و راه درسته و این راه درست رو شما باید برگزینید. حالا ببینید این افکاری که میاد در یک جامعه از فردم به فرد دیگه منتقل میشه، افکار رادیکال، همیشه یک بایاس یا یک انحرافاتی هم توش ایجاد میشه. دقیقا مثل همون یک کلاغ چل کلاغ چگونه است. من میام به شما یه سخنی میگم، شما اینو کم و زیاد به نفر بعدی مثلا منتقل میدی، بعد اونم یه خورده میذاره از سیستم اندیشه خودش که حالا چجوری داره فکر میکنه یا چجوری اون موضوع رو فهمیدی روش، و بعد به نفر بعدی. حالا شما فکر کنید اندیشه های رادیکال که این گونه از فرد به فرد منتقل میشه، که بهتون گفتم یک گروه رو میگیره و این گروه همه دچار یک به اصطلاح انحرافاتی هم در اندیشه هاشون هستن، چون اینم یه چیز گذاشته روش، اونم یه بدفهمی اونجا کرده، اون یکی هم یه کار دیگه کرده. شما ببینید این اندیشه های افسار گسیخته در جامعه چقدر خطرناک میتونن باشن در یک دینی که خودش کلن دین صلح و صفا و آرامشی نیست، توش جنگ و جهاد و دروغ و تقیه و نمیدونم مباح بودن خیلی از کارهای زشت و حتی توصیه شدن به خیلی از کارهای غیر انسانی درش به صورت کاملا قانون اون دین یا اصول و باورهای اون دین اومده. حالا شما فکر کنی این انحراف و بایاسی هم که از فرد به فرد تو این بنابه ساختار فکری و ذهنی هر فردم ایجاد میشه، میتونه اینو چقدر برای یک جامعه خطرناکتر کنه، و به خصوص که شما این خطر رو
در ذهن یک بچه 3 ساله و 5 ساله از اول قرار بدید، این یک بمب ساعتی میمونه. شما یک اندیشه یک سوی خطرناکی تو این ذهن این بچه هست که بهش هم گفتین همین درسته و هیچی دیگه درست نیست و هر کی غیر از این زندگی میکنه و هر چی غیر از این هست، کسی غیر از این فکر میکنه، تو میتونی حذفش بکنی از صحنه جهان و اصلا درستش اینه که بکنی، چون باید این اندیشه‌ای که تو فکر میکنی درسته رو گسترش بدی، بقیه اشتباه فکر میکنن. و ببینید بچه‌ای که با یک همچین یک سوی نگری بزرگ بشه چه اندازه انسان خشک، غیر قابل انعطاف، غیر فلکسیبل و خطرناکی برای همه جامعه میشه و این دقیقا کاملا متفاوته با اون چیزی که ما به عنوان اندیشه ایرانی و زرتشتی میدونیم. و برای اینه که ما همیشه میگیم که شما نباید، این بزرگترین جنایته که شما بیای یک اندیشه مسموم تو ذهن یک بچه بیگناه بگنجونی و این بچه رو با اون اندیشه بزرگ کنی و این بچه با پاتولوژی‌های بعدی، اتفاقات بعدی بعدی که در زندگیش میفته، با همچین پس زمینه خیلی خطرناک و یک سوی نگری هم که در ذهنش هست، میتونه چه کارهای بدی در حق جامعه، خودش، زندگی دیگران و همه محیط اطرافش باشه. حالا نظر شما چیه الیکا جون در این باره؟ آرتمیس جان، تنها نکته که به نظرم رسید در بین حرفای شما، این رو هم اضافه بکنم، این هستش که دین اسلام، مشخصا دین اسلام و خب تا حدودم دین یهود، دینی هستش که بیش از اون چه که ما فکر میکنیم به حکومت داری هم پرداخته. یعنی ما میدونیم که خب سوره های قرآن رو به دو دسته مکی و مدنی تقسیم بندی میکنن، برخ مکی ها بیشتر به زندگی شخصی پرداخته و آیات مدنی اونهایی هستن که بیشتر به حکومت داری، یعنی دقیقاً شرایطی رو فراهم کرده برای اینکه امتیازات بیشتری رو به پیامبرش به عنوان یک فرد خاص بده. و بر همین اساسه که ما داریم میبینیم که در کشورهایی که دین اسلام حالا دین غالب هستش یا دین حاکم هستش، پیروان اونها که این جملات یا این باورها رو میپذیرن، به خصوص از بچگی، به خصوص در مساجد میشنون، اندیشه های حکومت داری بیشتری دارن و بر خودشون روا میدونن که بیان و این رو به شما تحمیل بکنن با اسلحه، با زور و با کشتار. یکی از چیزهایی که این روزها ما خیلی درگیر اون هم هستیم این هستش که خیلی اوقات میان و تشکیل گروه های تروریستی رو تقصیر غرب میندازن. خب حتی اگر ما بگیریم که این یک وسیله بوده برای استعمار بیشتر توسط غرب، حتی اگر ما بگیریم که اسلحه ها توسط فقط نیروهای غربی تامین شده، که همین اخیرا هم پیدا شده که خیلی از اسلحه های طالبان رو خود ایران مثلا تهیه کرده، حتی اگر ما همه اینها رو بپذیریم، چرا این فقط مسلمان ها هستن که با گرفتن اسلحه در دست خودشون میتونن چنین فریبی رو، این گونه فریب بخورن که بتونن برادر یا همسایه خودشون رو بکشن، در چشم یک بچه نگاه کنن و اونو ترور کنن؟ یکی از چیزهایی که من دقیقا در این صحبتت متوجه شدم اینه که، یعنی الان متوجه شدم که چرا مسلمان ها دوست دارن که گروه تروریستی درست کنن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که اسلام دین تبلیغیه. یعنی شاید بزرگترین تفاوتش با دین یهود در اینه که یهودیا شما نمیبینید جایی برن تبلیغ مذهبی بکنن. مسیونر ما یهودی نداریم در جهان به چرخه گسترش آیین یهود بده و برای اینکه این آیین رو گسترش بده دست به سلاح ببرن و گروه تروریستی هم درست کنن که بخوام به زور این دین رو تو حلقوم مردم غیر یهودی بکنن. به خاطر همینه که ما حتی در بین ادیان ابراهیمی واقعا تفاوت خیلی خیلی بزرگی بین اسلام با اون ادیان ابراهیمی دیگه میبینیم، از این نظری که ویژگی تبلیغی که اسلام داره و این رسالتی که رو دوش خودشون مسلمان ها میبینن
برای صدور اسلام رو یهودیان ندارن و مسیحیان که دین تبلیغی دارن اصول عقیدتیشون خشونت اسلام رو نداره که ما بریم حالا با گروه تروریستی شروع کنیم به گسترش مسیحیت، یا اگه حرف منو گوش کردی کردی، اگه نکردی ما یه چیزی تحت عنوان جهاد در دینمون هست که باید بیایم بزنیم همه تونو سر ببریم بکشیم چرا که حاضر نشدید مسیحی بشید. یعنی این واقعا این تفاوت بسیار بزرگ و من الان متوجه شدم که حتی بین خود ادیان ابراهیمی ما میتونیم بگیم اصلا شاید وخیمترین حالت رو با اختلاف بسیار زیادی اسلام داره با ادیان ابراهیمی دیگه. آرتمیس جان شما فقط تصور کنید که یک مسلمان بنابر حالا این تفسیرهایی که از قرآن شده، حالا بر اساس فرمان جهاد، فرمانهای حکومت داری، فرمان قضایی یا هر چیز دیگه، مسلمان ها در سه مدل کشور میتونن زندگی کنن. یا کشوری که خودشون از ابتدا اونو بنا گذاشتن، یا کشوری که حکومت اون دست مسلمان هاست، و یا حکومت و یا کشوری که حکومت و مردمش حکومتش دست مسلمان ها نیست ولی مسلمان ها به تدریج در اون گسترده میشن. مسلمان ها به صورت حالا غیر عمدی هم بگیریم عملا دارن چنین کاری رو میکنن. یعنی ما داریم میبینیم که در کشورهایی رو که در کشورهای اروپایی یا کشورهای غربی مسلمان ها عموما شروع به ازدیاد جمعیت، مهاجرت و دور خودشون جمع شدن میکنن و بعد تلاش میکنن که اون کشورها رو دقیقش همون شکلی بکنن که در کشورهای خودشون حکومت میکردن. یک چنین روندی رو حالا خواسته یا نخواسته این رو سیاست مدارها بهتر میتونن قضاوت بکنن، ولی دارن انجام میدن به خاطر اینکه بنیان این دین بر همین اساس هستش. یعنی اونها تنها دینی هستن که فرمانهایی برای حکومت داری هستش. یعنی اگر شما میخواین که یک مسلمان واقعی باشین باید یک حکومتی هم داشته باشین. و جالبه که همونطور که در اول برنامه هم گفتم ما در دین زرتشتی می‌بینیم که حتی در زمانی که دین رسمی دین زرتشتی بوده، اگر اختلاف نظری بین موبدان بوده و حتی یک موبد موبد دیگر رو بیدین می‌خونده، ولی امکان مناظره وجود داره. ما می‌بینیم که ما در سرنوشته‌ها از موبد موبدان حتی یک هرمز موبد به نام کرتیل نام برده شده، در حالی که در هیچ متن پهلوی نامی از اون نمیبینیم. چطور چنین چیزی ممکنه؟ خیلی جالبه که خیلی از دانشمندان معتقدن که علت اون شیوه، چون هرمز موبد کسی بوده که در واقع به یک نوع اکتشاف یا دیدن جهانهای مینوی معروف بوده و میتونست به این درجه برسه، اختلاف در روشی بوده که اونها برای دیدن این جهان مینوی استفاده میکردن. ولی با این وجود ما میبینیم که کتیبه هایی از اون مونده، کتیبه های شخصی از این موبد مونده در بناهای مثلا مختلف و بناهای ساسانی مثلا، و مخالفانی هم داره. ما داریم میبینیم دو برادر با دو طرز فکر مختلف دارن با هم دیگه مناظره میکنن. ما داریم میبینیم که حتی مثلا دین کدسه رو که میخونیم خیلی اوقات بدون اینکه مستقیم نامی بوده بشه گفته میشه که با یک بیدینی که میتونه مزدکی یا میتونه کسی باشه از این جنس داره مناظره میکنه، در حالی که ما در دین اسلام داریم میبینیم که میان جلوی تو رو میگیرن و میگن نماز بخون و اگر تو به شیعه نماز بخونی تو رو در جا میکشن. در کجا میشه اجازه داد چنین طرز فکرهایی پخش بشه؟ اگر در تاجیکستان ما میبینیم که نه، خیلی از مساجد اعتراضی که خیلی از مردم در جامعه میکنن این هستش که چرا به در واقع اون پیشوای دینی یا همون کسی که موعظه میکنه در واقع از اونها امتحان گرفته میشه و اونها باید از امتحان دولتی بگذرن
و خیلی از اونها کسانی هستن که در واقع پیش از اینکه بخوان حکم دینی داشته باشن حکم تعلیق دولتش رو میگرفتن. علت داره، علتش این هستش که اون فرد باید قوانین جامعه رو احترام بذاره، باید بدونه که پیش از اینکه دین رو باید تبلیغ بکنه باید به راستی به اون آسایش، به اون امنیت مردم جامعه، حالا با هر طرز فکری که هستن، به خصوص در جامعه تاجیکستان که جامعه آزادی هستش از نظر دینی، احترام بگذاره. اگر این پیشوا یا این موعظه‌گر بیاد و هر روز در مورد جهاد صحبت بکنه، هر روز بیاد و احکامی که در بطن دین وجود داره در مورد مبارزه با کسانی که حرام و حلال دین رو اونطور که اون در اندیشه داره نپذیرفتن، ما میدونیم که کتاب های سنی چقدر میتونه متفاوت باشه با کتاب هایی که شیعیان میپذیرن. اگر مردم این رو بشنون، بریج از بچگی چقدر میتونه خطرناک باشه. شما در دورانی که من در تاجیکستان زندگی میکردم خیلی اوقات میومدم و از یک چیزهای خیلی ساده از من ایراد میگرفتن، مثلا خیلی راحت مثلا در مورد دوچرخه سواری برای زنها که این کار گناهه، بر اساس چه چیزی، بر اساس چه قانونی، چه کسی میتونه بگه مثلا ورزش کردن برای یک زن گناه هستش؟ و این رو فکر کنی که چقدر با خشونت نگاه میکردند. یا مثلا ترویج کنن داشتن چند همسر رو، چقدر در شرایط زندگی سخت تاجیکستان میتونه این اندیشه خطرناک باشه. اندیشه های از این دست خیلی زیاد وجود داره و به نظر من حالا به زور یا به دانش و فرهنگ، خب گزینه بهتر این هستش که ما اینقدر دانش بدیم تا مردم خودشون بفهمن که چه انتخابی باید بکنن، ولی اگر مردم آماده چنین چیزی نیستن فکر میکنم که این راه بهترین راه برای جلوگیری از این نوع افرادگرایی باشه. درسته، خیلی از سپاسگزارم ملیکا جان. در واقع چکیده این برنامه این میشه که کودکان رو باید تا حد امکان از آموزه های مذهبی یکسویه و خشن و خشک دور نگه داشت، به خصوص اندیشه های خطرناکی مانند اندیشه های اسلامی که اگر از کودکی میره در ذهن افراد در ذهنشون تبدیل میشه به سلول های مغز خودشون، از حالت نرم افزاری به سخت افزاری در خواهد آمد و تمام کنترل زندگی و اندیشه اینها رو بعدها در چنگال خودش میگیره و خلاصی از اون بسیار بسیار برای افراد مذهبی یا مذهب زده و رادیکال سخته. سپاسگزارم از اینکه خانم دکتر بقایی در این برنامه شرکت کردیم و سپاسگزارم از همه بینندگان این برنامه و امیدوارم که اگر از این برنامه خوشتون میاد هم اینها رو گسترش بدید و هم اینکه به جنبش نوزایی ایرانی همیاری مالی کنید که بتونن این برنامه ها رو بر شما ادامه بدن. سپاسگزارم و تا برنامه آینده خدا نگهدار. من همچنین سپاسگزارم و بدرود.